و رفرم اسلام رو هم به خاطر همین خیلی سختی وجود داشته باشه، برای اینکه هر کس که بخواد بیاد سوالی بکنه در رابطه با اسلام، یه اعتقادی داشته باشه، یه چیزی رو بخواد عوض بکنه از اسلامی که توی قرآن و تو احادیث هست، بخواد کسی بیاد اونها عوض بکنه، اونها رو هم سرکوب میکنن. این اونایی که مثلا من، خب اصلا انتقادم انتقاد در خود اسلام نیست، من بیرون اسلام وایستادم اسلام رو انتقاد میکنم، ولی اگه شما خودت مسلمون باشی بیای اسلام رو انتقاد بکنی، یا اینکه بخوای به یه چیزایی رو عوض بکنی، رفرم بکنی، باز هم اونها رو مرتد حساب میکنن و حکم اعدام بازشون میچینن. درسته؟ و برای همین رفرم خیلی سخته در اسلام و نمیدونم آیا میتونه وجود داشته باشه یا نه. اینو من میدونم آرمین فکر نکنم باور بکنه که نمیدونم، من دقیقا نظرات تو رو یادم نیست، ولی یادم یه موقعی بحث کردیم چند سال پیش که چی دقیقا؟ آیا تو باور داری که مثلا مسلمان ها میتونن اسلام رو رفرم بکنن یا اینکه نه؟ ببین اسلام اصلاح شدن، اسلام اصلاح نمیشه، مسلمون آره نه، مسلمون اصلاح میشه با ول کردن اسلام. یعنی مسلمون نیست. نه من میگم مسلمون میتونه اصلاح بشه، اسلام نمیتونه اصلاح بشه. اسلام اصلاح شدنی نیست، مسلمون اصلاح شدنی هست. مسلمون هر چقدر اسلام روی زندگیش کمتر نقش داشته باشه بیشتر اصلاح شده، ولی خود اسلام هیچ وقت اصلاح شدنی نیست. اسلام اگر بخواد اصلاح بشه، ببخشید، اسلام اگر بخواد اصلاح بشه دیگه اسمشون موقع اسلام نیست اصلا، اولا مطمئنا یه چیز دیگه میاد اسمش. منم منظورم همینه دیگه. آره دقیقاً، چون اصلا از امکان پذیر نیست. تئوری، یعنی اگه بخوام تئوری صحبت بکنیم، فقط شدنی هست، یعنی میتونه یه در تئوری هم نمیشه. نه در تئوری هم نمیشه. وقتی یه سری عقایدی داره به شما، اولا که شما هر عقایدی بر اساس ایمان به ماوراء طبیعه و به خدا و غیر منطقی و اینا باشه، به طور از طور اصل اصلا باید روش نتیجه گیریش اصلا اشتباس. یعنی ما اصلا به جایی که اصلا مشکل به نتیجه گیری خود اصلا به جایی که نتیجه هاش هم بذاریم کنار، روشش اصلا از پایه مشکل داره. خب روش اینو قبول دارم من، ولی از پایه اصلا این چیزه، این مریضی تا ریشش رفته، اینو کارش نمیشه کرد. ولی ما یک دینی هم که وقتی که داره میاد بردهداری رو قبول داره. یعنی شما اگه اسلام رو بتونین از قرآن جدا بکنید، اون وقت اسلام رو اصلاح کردین، که دیگه اسلام رو که از قرآن جدا کردین دیگه اسلام هم نیست. ولی تا وقتی که ولی اگه اسمشو اسلام بذاری بازم در تئوری اسلامه. نه شما اگه شما ما میتونیم، منم میتونم سرطان و درمان سرطان رو من پیدا کردم. درمان سرطان بذاری من این حرف رو بزنم اگه میشه، ببخشید. درمان سرطان وقتی اگه من بگم خب ما بیام اسم مثلا اسم مثلا سرطان رو من الان درمانش این باشه که بیام بگم که ورزش شما اسمشو میذاریم سرطان، خب الان من ورزش اسمشو گذاشتم سرطان، سرطان پس یه چیز خوب شد، پس من سرطانو درمان کردم و ما دیگه با سرطان مشکلی نداریم. یعنی ما اگه تعریف یه چیزی رو عوض بکنیم و یه چیز خوبی رو اسمشو بذاریم اون چیزی که قبلا چیز اسم یه چیز بد بود، ما هیچ اون عقاید همونجا هنوز مونده. یعنی ما با اسم عوض کردن یه سری عقاید چیزی رو درست نکردیم. خب سرطان سرطان میمونه، چه ما حالا بهش یه چیز جدید داریم میگیم، حالا اسمش ما ورزش میگیم سرطان، به سرطان میگیم ورزش، این فقط اسم عوض کردنه، اون مشکلات هنوز اونجا مونده. من میگم اسلام بر اساس چیزی که الان ما میدونیم اسلام چیه، چیز عقایده که از قرآن داره میاد. ما داریم درباره یه کتابی صحبت میکنیم که بردهداری رو قبول داره، زن زدن رو قبول داره، آتیش زدن کسایی که همه این چیزها رو من مینویسم. من اصلا دفاع نمیخوام بکنم از اسلام. خب ببینیم ما اگه شما اینا رو میدونین شو قبول دارین، یعنی اصلاح کردن اسلام مثل این که بیان بگیم خب پس ما ناتسیزم هم بیان اصلاح کنیم دیگه، چرا بندازیمش دور؟ یعنی یه همچین مثل بنازه من یه همچین حرفیه، مثلا بیان کتاب ببین اگه رو... از من بپرسید من میگم بندازش دور، من میگم اصلا واسه من هیچ معنی نداره بندازش دور. ولی وقتی که
اگه که یه مسلمانی بیاد بگه من میخوام اسلام رو عوض کنم، بکنم قرآن رو اصلا کلا بیارم از اسلام بیرون، اسمش رو نه هنوز بذارم اسلام، من نمیتونم هیچ مشکلی داشته باشم با این مسئله. من خیلی میدونم مشکل دارم. اینجوری نمیشه. منم فرقش اینه که اسلام یه باوره، واقعی نیست، واقعیتی نداره، به شما وجود آوردن. خب ببینید، شما با اسم عوض کردن خب کاری تنها دارین فقط مردم رو کانفیوز میکنین. خب شما الان بیان، شما بیان من که اسلام... نمیکنم. نه یعنی من خب من میگم بین کسایی که همچی کاری میکنن اصلا خب من آره میتونیم جلوشون که بگیریم که خب حق دارن هر کاری میخوام بگم، ولی من میگم اینا دارن همه چی رو مشکل تر میکنن. خب یعنی ما یه چیزی رو شناختیم، میدونیم که این چیز خیلی مشکل داره و میخوایم حلش کنیم، و یه کسایی میان میگن به جای که مشکل حل کنیم، میگن اسم این چیز بدو میرن میذارن روی یه سری عقاید دیگه، میگن خب برای من حل شد. من میگم خب این عقاید که هنوز اینجا هست، تالر به یه تو تازه مشکل ما رو بیشتر کردی. نه من میگم من میگم اون کسایی که این کار دارن میکنن مشکل ما رو بیشتر کرده. برای اینکه حالا من مثلا مجید نواز یه کسیه که مثلا شما خودت من میدونم به نظر چیزا رو مشکل تر میکنه، درسته؟ مجید نواز مثلا میخواد اسلام رو رفرم بکنه، 100% قبول دارم که همه چیز رو عجیب تر میکنه، به جای که بشینیم ما بحث باز و واقع بین، یعنی مثلا بگیم که آقا جان خب پس بگو مجید نواز بعد از این همه سال شما داری میخوای اسلام رو رفرم بکنی، پس به ما بگو این رفرم چیه. تو نمیتونی هم تو ادامه بدی بگی میخوای رفرم بکنیم، ولی هنوز یه ما اصلا رفرم نمیخوایم، ما اصلاحات نمیخوایم. نه من نمیخوام، ولی وقتی مجید نواز بقیه کسایی که مثلا این اون میان میگن که ما میخوایم اسلام رو رفرم بکنیم، مجبورن یه چیزی بیارن بگن آقا جان ما اینو میخوایم اینجوری رفرم بکنیم. خب من خوشحالم که نمیتونن. نه من بهتره که نمیتونن، حالا نمیوردم و من میخوام که نتونن. ببینید شما اگه ما تونستیم مثلا بعد از مثلا فرض کنیم من و شما، من و شما و بابک با هم یه گروه تشکیل دادیم، خب که یک سازمان تشکیل دادیم، کلی آدم آوردیم، سازمان جنگ علیه سرطان. خب حالا ما کلی تونستیم با این اسم کلی آدم رو متحد کنیم که علیه سرطان بجنگیم. خب یه سری آدمایی میان و یه سری کارهای ورزشی رو اسمش رو میذارن سرطان، اینا دارن کار ما رو مشکل میکنن. خب برای اینکه ما باید داریم ما داریم با سرطان میجنگیم، الان ما حالا میخوایم بریم بیشتر آدم بیاریم، اینا میگن ای پس شما با ورزش مشکل دارین، نه حالا شما اسم چیزای دیگه جدید رو دارین عوض میکنین، نه تنها حل نمیکنین، دارین همه مشکلات، یعنی اینکه ما یه چیزی رو بدون آره خب من 100% قبول دارم این تحلیل رو 100% قبول دارم، ولی در این حال نمیخوام بگم که نمیدونم، یه جوری دوست دارم که آره و بحث اصلا کلا خیلی عجیب میشه وقتی که اون رفرمیست ها داخل اون بحث میشن، کلا بحث عجیب میشه، برای اینکه در دیگه در رابطه با واقعیت اسلام صحبت نمیکنیم و این خودش یه مشکلی هست واسه بحث اسلام. من میگم به جایی که فرق بین اسلام رادیکال و اسلام اصلاح شده رو صحبت بکنیم، این حرف رو نزنیم، این حرف رو مشکل به وجود میاره. من میگم به جای این کار فرق بین مسلمونا و اسلام رو صحبت کنیم. خب بلکه خیلی از آدما میان میگن که فکر میکنن ما اگه انقدر شدید علیه اسلام باشیم، فکر میکنن ما خیلی شدید علیه مسلمونا هستیم، در صورتی که ما میایم نشون میدیم نه، ببینید ما قبول داریم که خیلی از مسلمونا مثلا مشکل با سکولاریسم ندارن، مشکل با حقوق زنان ندارن، مشکل با دموکراسی ندارن، حتی خیلی هاشون مشکل با همجنسگرایان ندارن، با ترنزان ندارن، ولی این به خاطر مسلمون بودنشون نیست، این به خاطر انسانیتشونه. خب ما بیایم نشون میدیم، ما حرفی که میزنیم میگیم که اینا مسلمونایی هستن که اسلامو خیلی دنبال نمیکنن، یعنی اکثر مسلمون این مسلمونا از اسلام بهترن. ما به جای اینکه بیایم اسلامو اصلاح بکنیم، ما میایم میگیم نگاه کنید این مسلمونا رو خودشون اصلاح کردن، و نه به خاطر اسلام، به خاطر اینکه از اسلام دور شدن. هر چی از اصلاح شدن این مسلمونا به خاطر این نبود که اسلام عوض شده، به خاطر دوریشون از اسلام بوده. ولی ما پیشرفت این مسلمان ها این بوده که از اسلام هرچی بیشتر دور شده از زندگیشون بهتر شده. ما نباید بیان بگیم که ای نگاه کن باریکلا به اسلام، نه به اون آدم ها بگیم آفرین، به جای که به اسلام بگیم آفرین، ربطی با اسلام نداشته که اینا این کار رو کردن. قبول دارم، ولی خیلی مهمه که حتی اونایی هم که مسلمانایی هم که از اسلام خودشونو حالا خود به خود یا اینکه بدون اینکه بدونن این کارو میکنن خودشون دور کردن از اسلام، و اینم از در رابطه با اینم صحبت میکنم توی کتابم، یه بخش از کتابم فقط در رابطه با اینکه شش مسلمان مختلف رو توضیح میدم که چه شکلی فکر میکنن
و بازم اسم خودشون رو تا حدودی مسلمون میذارن، ولی مهم اینه که وقتی آدم اسم خودش رو مسلمون میذاره مجبور بحث بکنه اسلام رو و میتونه خودش رو تا اونجوری که تو داری توضیح میدی اصلاح کرده باشه، ولی اگه که روش فکر زیادی نکنه و همینجوری اسم خودش رو مسلمون بذاره، بازم قرآن قبول داشته باشه، بعضی موقع مسجد بره بیاد و هم توی اون محیط اسلامی وجود داشته باشه، یه موقعی هم دیدی اون آدم رادیکال شد. یعنی وقتی که مسلمون ها مجبور باید بشن که ببینن که اسلام چیه و من میگم که یا عوض کنن یا ازش بیان بیرون. تو میگی نمیتونن عوض کنن، منم فکر میکنم فکر نکنم ازتون بتونن عوض کنن، فکر میکنم ازش از اسلام باید بیان بیرون، ولی اینی که توی اسلام یعنی اسم خودشون مسلمون بدونن و بذارن و فقط خودشون رو اصلاح کنن، این یه خورده خطرناکه، برای اینکه دقیقا این هستش که میتونه اسلامی ها میتونن دوباره از این استفاده بکنن و رادیکالشون بکنن. میفهمید نه و این ببینید شما، این رفورما هست که باعث میشه رادیکال بیشتر مردم باشن. خب برای اینکه ما هم برای اینکه عقاید واقعی اسلام انقدر افتضاحه که اکثر کسایی که واقعا رو راستی میان نگاه میکنن که اسلام چیه، یا اسلامو ول میکنن یا انقدر توش شک میکنن که نمیذارن تو زندگیشون خیلی رشد یعنی نقش داشته باشه. اکثر مسلمان ها از اسلام خیلی بهترن. خب یعنی اگه خیلی بیان نگاه کنن که خب، ولی من میگم که کاری که رفورم میکنه اینه که میذاره از این همه، ببینید این اسلام انقدر این همه ادیان انقدر شدیدن وحشت بدن که هیچ وقت نمیتونن با عقایدی که دقیقاً رو کتابشون هستن این همه طرفدار داشته باشن. خب تنها راهی که میتونن این همه طرفدار داشته باشن با اینکه یا اکثر کسایی که دقیقاً نمیدونن تو کتاباشون چیه، یا با این حرفای اصلاحات و اینا که بیان دروغ بگن به مردم تو کتاباتون چیه. اگه اینا نبود این همه تعداد مردم رو نمیتونستین شما مسلمون یا مسیحی یا یهودی یا حتی نازی اینا بکنین. خب برای همین و چون این و تعداد زیاد مسلمان ها و تعداد زیاد مسیحی ها هست که به این عقاید اون قدرت رو میده که بقا پیدا بکنه، که حتی اگه درصد خیلی کمی از این تعداد آدم بزرگ اگه بخواد بیاد بی جدی بگیر این عقایدو میشه مثل اون رادیکالا. خب ولی بذاریم این حرفت همونشه، ولی اگه بدون این حرفای چرت و پرت این که دروغ بگین که به مردم که تو کتاباتون چیان با مردم رو راست بگین که بیان نشون بدین که عقاید این دینشون در باره چیه، تعدادشون اتفاقا کمتر میشه و درسته. ببین اینجوری نیست که این مسلمان ها اینجوری نیستن که بیان میگم من مسلمونم بعد بگن ای خب کتابت گفته که باید زنتو بزنی، اینا نمیخوان زنشون رو بزنن بعد بگن خب حتما کتاب من گفته من باید بزنم. کسایی که واقعا اینا میان گوش میکنن یه آدمای خیلی کمی هستن که اینجوری هستن. یه کسایی که اکثر مسلمان ها یا سعی میکنن که محلت نذارن یا اینکه میان با بهونه میارن که نه این یه معنی دیگه داره، برای اینکه واقعا انسانیت مردم از دین خیلی بهتر بالاتره. خب ولی خب دقیقاً، ولی چون ما تونستیم به اینا بهونه بدیم که این کتاب یه معنی دیگه داره، تعداد این مسلمان‌ها یا اینکه کسایی که اصلا کتاباشون رو نمی‌خونن تعداد مسلمان‌ها انقدر زیاده که بقا این باعث میشه که این دین بقا پیدا کنه، ما باید این بهونه بقا رو از این دینا بگیریم و باید بگیم که نه این کتابه واقعا درباره چیه. من میگم هر چی بیشتر رو راست باشیم عمر این دینا کمتر میشه، نباید این بهونه بقا رو به این دینا بدیم. خب درسته، ولی من بازم فرق میذارم بین این که مثلا مسیحیتی که تو دانمارک هست با درسته که من خودم آتئیستم، من نه مسیحیت رو قبول دارم نه اسلام رو قبول دارم، ولی فرق میبینم بین مسیحیتی که خیلی اصلا فقط هیچ رول بزرگی هیچ نقش بزرگی توی زندگی مردم زیاد بازی نمیکنه، فقط یه چیز کوچیکیه تو دنیای مردم. درسته، اینو من میتونم باش بحث بکنم و خیلی چیزای بد هم توی مسیحیت هست هنوز، درسته، ولی خیلی چی میگن زمین تا آسمون فرق میکنه با اون مشکلاتی که اسلام داره با انسانیت و با آزادی خواهی و دموکراسی و اینا. خب بیاین تاریخ بگاه کنیم که چجوری اینطوری شد.
چجوری اینطوری شد؟ آیا مسیحیت عوض شد یا مسیحیان عوض شدند؟ مسیحیت همون مسیحیت مزخرفیه که رو زندگی مردم چقدر تاثیر داشت. اون مسیحیتی که مرد زندگی مردم رو کنترل میکرد هنوز همون مسیحیت مونده. این مسیحیان بودن که مسیحیتشون کمتر شد، مسیحیت تو زندگیشون تاثیر کمتری داشت. چرا اینطوری شد؟ شما اگه عصر روشن فکری رو نگاه کنید، به خاطر این نبودی که مسیحیت از داخل عوض شد. مسیحیان برای این عوض شدن که عقاید بهتر از مسیحیت اومد و با مسیحیت رقابت کرد و این عقاید بهتر از مسیحیت رو زندگی مردم تاثیر بیشتری داشت نسبت به مسیحیت. برای همین جنگ ما با اسلام نباید این باشه که بیام اسلام عوض کنیم. ما به جای اینکه با اسلام عوض کنیم باید بیام با اسلام رقابت کنیم. ما که نمیتونیم جلوی کسی رو بگیریم که عقادشو بگه. ما اگه من علیه کسایی که میخوان اسلام رفرم کنن اصلاح کنن حرف میزنن که تفنگ رو سرشون نذاشتم که بگم که شما حق ندارید. قبول دارم. نه من اینم قبول دارم که شما میگی که روشن فکرهای غربی هم اونها بودن که مسیحیتو مجبور کردن عوض بشه و این مهمه که ما قبول بکنیم که مسیحیتو عوض کردن. نه مسیحیتو عوض نکردم، ببخشید، من مسیحیتو عوض نکردم، مسیحیان رو عوض کردن. مسیحیت همون مسیحیت نه اون چیزایی که مسیحیت الان توی کلیسه ها میگن 100 سال پیش میگفتن فرق میکنه. خب 100% فرق میکنه، درسته، ولی مسیحیت همیشه به انجیل ربط خواهد داشت و تا وقتی که به انجیل ربط داشته باشه مسیحیت یک دین ضد زن، ضد سکولاریسم، ضد آزادی بیان، ضد حقوق بشر، همه این چیزا خواهد بود. همه اینا رو قبول دارم، ولی اونجوری که مثلا توی کلیساهای دانمارک تحلیل میکنن مسیحیت رو امروز، اینقدر روی اون کلمات تحلیل میکنن که یعنی چی میگن، چرا اصلا یه داستان دیگه ای تعریف میکنن. دقیقاً به خاطر اینکه آزادی بهتر از مسیحیت انقدر اینا رو بی‌ربط کرده که اینا مجبورن برای بقاشون این کارو کنن. برای همین ما اگه می‌خوایم با اسلام بجنگیم، به جای اینکه کسایی که می‌خوان اسلامو از داخل عوض کنن، باید همینجوری بیایم عقاید بهتر از اسلامو با نشون بدیم و رقابت بکنیم با کسایی که مسلمان هستن. و یعنی مسلمون هم یه چیز، مسلمون یک سیاه و سفید نیست. خب من میگم مسلمون یه کسیه که اسلام یکی از هزار تا چیزیه که رو زندگی این شخص نقش داره. خب ما میخوایم اون از نقش اسلام رو تو زندگی این شخص کم کنیم، نقش عقاید بهتر رو زندگی این شخص. اینجوری نیست که یه نفر صفر مسلمون یک کاملا داعشی. خب اینجوری نیست. خب اسلام یکی از چیزهایی که رو زندگی این شخص نقش داره و همیشه هم اثر منفیه. اینجوری نیست که ما بخوایم اثر اسلام رو از منفی به مثبت کنیم. نه، این اثر اسلام اثر منفیه. ما میخوایم مثلا از 5% زندگی این شخص بکنیمش 2% زندگی این شخص. این به نظر من برای هم خود این شخص به نفع خود این شخص میشه، هم به نفع جامعه که توش داره زندگی میکنه. اگه 0% شد که چقدرم عالی، ولی ما اگه 5% به 2% هم رسیدیم تو هر شخص اونم خودش خیلی عالی. بفهمید؟ ولی به نظر من مشکل اینه که اگه که مثلا همونجوری که شما بگیم 2% بکنیم اونو، خب خیلی چیزی که تاریخ به ما نشون داده، اینم تو کتاب میگم، چیزی که تاریخ به ما نشون داده، ما خیلی موقع دیدیم که مسلمون ها اصلاح شدن و دموکرات‌تر شدن، مدرن‌تر شدن و و و مثلا حتی تو دانمارک مثلا ببینیم که دومین یا سومین جنریشن اصل میگن نسل دومی یا سومی نسل های مهاجرین، اونا شروع میکنن چی؟ اسلام رو یه دفعه از 2% میبرن تا 99% توی زندگیشون. یعنی خود پدر مادر مسلمون هستن ولی فقط اسمشون مسلمونه، ولی به خاطر اینکه نتونستن با هیچ جوابی داشته باشن واسه چیزی که توی مساجد توضیح داده میشه به این بچه هاشون از 2 رفتن 99%. منظورم میفهمی چجوریه؟ اینا خیلی زود رادیکال میشن وقتی که هیچ صحبتی در رابطه با مذهب نشده باشه. و واقعیت اینه که اگه که مسلمون ها خودشون رو اصلاح بکنن و قدرت اسلام رو تو زندگی خودشون کمتر بکنن، ولی
صحبتش رو نکنن. این اسرار عمومیه، اسرار عمومیه، یعنی خودشون این اصلاح رو کردن ولی صحبتش رو نمیکنن و خب نسل بعدی این از این نخواهد هیچی یاد گرفت. میدونی منظورم چیه؟ نسل بعدی و نسل بعدی اون وقت دوباره میتونه در چنگ اسلامیست ها باشه، در چنگ جمهوری اسلامی، در چنگ داعش باشه، به خاطر اینکه ما بحثش رو اگه نکنیم بچه ها ما شاید بیفتن تو چنگ داعش و جمهوری اسلامی. و این واقعیتی که میبینیم در غرب یا حتی توی کشورهای اسلامی، پدر مادرهایی که خیلی سکولار بودن بچه هاشون اسلامیست تندرو میشن. و دلیلش نه که ما بحث اسلام رو نمی کنیم و چی میگن نتیجه گیری نمی کنیم اگرم بحثش رو بکنیم. من کردم درسته، شما کردی درسته، ولی خیلی ایرانی ها نمی کنن، خیلی از مسلمان های کشورهای دیگه نمی کنن این کارو و این مشکل ما مجبوریم. چیزی که من تکرار میکنم تو کتابم اینه که ما باید مجبوریم بحث کنیم اسلام رو. این میلاد داره میگه جناب آرمین، این متن تو انجیل چطور میگی مسیحیت مخالف عشق و آزادی و صلح؟ ایشون از مسیحیت دفاع میکنن، چون اگه بخوام من شروع کنم من اعصابم خورد میشه. مسیحیت این داره از مسیحیت دفاع میکنه که مسیحیتی که به زن میگه خفه شو تو حرف نزن، مرد باید صحبت بکنه، مسیحیتی که میگه کسایی که به مسیح اعتقاد ندارن تو جهنم آتیش میگیرن و تا ابد میسوزن، مسیحیتی که بردهداری رو توجیه میکنه، مسیحیتی که نسل کشی رو، قتل عام رو توجیه میکنه، شما دارین از این دین دفاع میکنین؟ شما اصلا انجیل خوندین؟ اگه انجیل خوندین یا نفهمیدین دارین چی میخونین یا دارین درباره دینتون دروغ میگین. چجوری کسی میتونه از مسیحیت دفاع کنه؟ برای من خیلی عجیبه. خب اگه ها بفهمه من این فرق رو ببین، اگه کسی بیاد به من بگه اسلام واسه من فقط مدیتیشن، نمیدونم حالا به فارسی مدیتیشن چی میشه، شاید همون مدیتیشن باشه، اینی که بشین آدم مدیتیشن باشه، یه نفر بیاد بگه بخوام من نه به قرآن رو قبول دارم ولی به الله به الله باور دارم، میشینم صبح تا شب خورما میخورم و مدیتیشن میکنم، خب به نظر من این درسته که توی دید من عجیبه، خیلی عجیبه، ولی اینو قبول دارم که اگه شما این کارو میکنی باز هم ببین نه بردهداری رو قبول داری، نه کتک زدن زن رو قبول داری، نه اعدام مرتدین قبول داری، نه اعدام سنگسار چی میگن زنها رو قبول داری. این به نظر من خیلی پیشرفت بزرگیه. شما بشین مدیتیشن بکن، اسمشو بذار اسلام، واسه من هیچ فرق نمیکنه. یعنی واسه من فرق بزرگی میکنه، ببخشید، فرق بزرگی میبینم بین این دوتا.